با سلام دوست مجدد خدمت شما عزیزان، در تمام دنیا دوستان یه قاعده هست، یه سازمانی دارن شبیه سازمان برای بودجه و این تمام با پولایی وارد کشور میشه، درآمدی که هست هزینه که میشه، اینجا سیستم بندی و کانال بندی و سبد بندی هست، کنترل میشه، نظارت میشه، هر دولتی اون سر کارشه که سیستم از دستشون خارج نشه، که یک موجود مفلوک، یک آدم موجود نادان، ابله، جنایتکار، خیانتکار آمد به نام احمدی نژاد و رفت رهبر قانعش کرد که آقا ما باید نظم و هم برسیم، اگه روز حساب از ما بخوان بذار برابوجه هم مزرگ از بین بره. خامنه‌ای هم که خب رهبر دوزداست دیگه، هم رهبر جنایتکاراست، هم رهبر دوستاست، هم رهبر خائنینه، هم که فکر همه دنیا هست و غیر از کشور خودش، تو کشورش نیست. مردم نماینده انتخاب میکنن برای قانونگذاری و کنترل و مسائل اینجور چیزها، اون هم که ما بدونیم نماینده که بی سواد هستند، کم سواد هستند، مدرک جعلی دارند، بعد سیستم اینا رو میاره. خب اینا نوکر اونجا هستن، نوکر حکومتی هستن، باید شورای نگهبان کنترل کنه، باید اون کنترل، باید این کنترل کنه، باید وزارت اطلاعات اینا، پس هر چی میگن چش قربان یک شام اجرا میکنه. اینه مثلا متحری چه کار هست نماینده مجلس شده، با هنر کیه و خیلی های دیگه. بگذاریم، آقای عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی دیروز پیروز یک صحبتی کردند در مورد دریاچه رضایی. من با آقای کلانتری دو یا سه جلسه ملاقات داشتم، ایشون همیشه ساعت 5 من سر کار وزارت خونه تا 8 بر رجوع جواب میداد که از وقت وزارت خونه نگیره. تو اونجا که من یادم آدم خیلی سالمی بود، چند نفر بودن توی دولت تو کشور که اینا که من میدم آدم سالمی بودن، بعدش نمیدونم، مثلا یکی آقای احمد توکلی بود، یکی هم آقای غفوری فرد بود، یکی هم آقای فتاح بود که وزیر نیرو بود در کمیته امداد، یکی هم آقای عیسی کلانتری بود. مثلا برادرشون رو گرفتم یک پرونده فساد، هیچ پادرمی نکرد، بنام از پرونده کشاورزی بود که از رئیس دفتر خودش پرونده شد تا الاخر که من تو پرونده کار کارشناسی میکردم. کار داریم چند نفری هستند، اون آقای سعیدی کیا که مثلا چی بهتون میگم، خیلی ها دوز نیستن، یا دوزی بلد نیستن یا ذاتشون نیست، اما به اندازه تعداد عمر شده هستم تو کشور نمیشن تو اونه که من میشناسم لاغن و کارم به پروپکانا ندارم، چون من بیشتر از نزدیک میشناسم. همین آقای کلانتری تا آخر دوران وزارتش تو خونه پدرمادرش زندگی میکرد، خونه نداشت، پول نداشت خونه بخره. من از آلمان اومدم، رفتم آلمان، یه طرح دیدم خیلی خوش آمد، گفتم من باهاش صحبت کنم، سیب زمینی پیاز تو کشور قیمتش رو طرح اجرا کنند، قیمت برای چند سال ثابت باشه. اون این بود که من رفتم آلمان، رفتم دوران شهر بن، اون موقع سفارت اونجا بود، رفتم اونجا. بعد با آقای گیلاس اون دوربر زیاده با که از دوست رفتم با آقای گیلاسش رو دم، زیر پام خیلی نرمه، یه تابلو آلمانی رو زنیم میبینستم چی نوشته، گفتم چی نوشته، گفت نوشته گیلاس هر چقدر بخورید 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 نبرید با خودتون. ما چند تا گیلاس کندیم بیرسه دیر روشت رو خیلی خوشمزه، صاحب باغ اومد اصلا خیلی خوش رو اول پرسید، گفتم چرا زیر پای من قد نرمه اینجا، گفت من 8 سال محصولمو نچیندم، دولت اول سال میاد پول منو میده که محصول بزا بریزه تو بازار نره، بازار گیلاس ما در اروپا خراب نشه. خب کشاورز خیلی راحته، اون همون آبیارش میکنه، کاراش میکنه، کودشو میده که بارش بیاد، اگه دولت امسال خواست مشخص نیست. گفتم پس تو ایران نمیشه از این کارا کرد. اومدم پیش کلانتری و رفتم پیش رو، خیلی هم آدم خوشرویی هست، به من گفتش که گفتم آره اینجوری است، سیزده پیاز بیاین شما این کارو بکنید، از مردم پیشا پیش بخرید و بعد از 4 سال میشه قیمتشو برای مدتی زیادی ثابت نگه داشت، با تورم بره بالا. قش قش خندید. گفتم آقا من چیز خنده‌ای نگفتم. گفت تو میگی 3-4 سال، تو تضمین من 3 ماه دیگه سر کار هستم. محمدی جان چی داری میگی بابا، شدی من برم این کشور هیچ کس معرومش نیست، چون سیستم هم نیست دیگه. متاسف شدم آمدم. ایشون آدم خیلی صادق و رو راستی هست و حرفی که دیروز پرو زده تمام 38-9 سال رو زیر سوال برده. ایشون فرمودن که دریاچه رضایی قابل
احیاس، ولی پول نداریم، باید پولی از خارج قرض کنیم. پس میشد درستش کنم، میزش میشد اینجا نرسونم، اما به یک کشور عراق و فلسطین و نمیدونم چیچیک و چیچیک و سوریه و یمن اجازه میده به ایران که پول بره کشورش خرج کنه، واسه ملتش خرج کنه. دیگه مردم با خودتونه، از این ساده تر دیگه نمیشه عنوان کرد که این پول نفت در طول این 40 سال کجا رفته. 800 میلیارد دلار در دوران حاجی کجا رفته؟ اما درآمد نفت 800 میلیارد دلار بوده، کجا رفته؟ چه تاجی گلی به سر مردم ایران زده شده؟ چه باری ازشون بار شده؟ چه چیزی ارزون شده؟ چه امکاناتی مردم داده شده؟ مشخص کنید. بخواید. حقتونه. آیا واقعا باید بچه های شما برای دانشگاه بی پی سی بیفتن؟ این همه بیکاری باشه تو خانواده ها؟ برای یه استخدام که حق بچه دوست بری پیشین گردن کنشون درون پارتی بگردی؟ از بنده که خودش گداست گدایی بکنی؟ در صورت نداشتی یه بحث رو دست؟ اما داریم. چطور برای بچه خودشون وقتی میخواد در انگلیس تحصیل کنی آپارتمان 25 میلیون پوندی میخره، ویلای 60-70 میلیون پوندی میشه 140 میلیون دلار میخره، اما تو واسه اجاره خونه موندی، واسه قبض آبرقت موندی، چرا باید باشه؟ یک بار به خودت بگی چرا، کجا رفته این پولا؟ یک بار بخواین. اون شاه بود که همه کارا رو خودش میکرد و فقط رفاه رو واسه شما میبرد، ولی اینها از همون سو استفاده میکردند و شما چرا نپرسیدید، نخواستید. الان هم چیزی میخواید شخصی میخواید، یه خودی کلانتر فکر کنید. چرا باید من برم پول دارو بدم؟ چرا به دکتر پول بدم؟ چرا کشاورز باید ضروری باشه؟ چرا صنعتکار باید ضروری باشه؟ چرا باید بچه من میرم اصلا درس دانشگاه رو پول بده این کار بکنم کار بکنم؟ چرا؟ چرا من اصلا سال یک ما برم تفریح کنم؟ من ایرانی هستم با این توجه به درآمد سرانه کشورم هست و درآمد ملی باید برم سال یک ما بگردم برم خودم هر دنیا رو خواستم برم بچرخم؟ چرا باید شهر به اون شهر برم؟ چرا باید بلیت بنزین 3000 تومان بشه؟ چرا باید دلار 4000 تومان بشه؟ چرا باید ترافیک باشه؟ چرا باید ماشین اینجوری ما استفاده کنیم؟ چرا باید یه آلودگی باشه؟ چرا باید مردم همه عصبی روانی باشند؟ واسه اینکه 2000-3000 نفر کیفشون رو ببرند؟ چرا باید بریم در ما یمن دخالت کنیم؟ چرا باید این کارا رو بود؟ چرا پول اونجا خرج؟ چرا اصل واسه بخریم؟ چرا باید چراها رو باید از خودتون بپرسید. اگر نپرسید شما هم در تمام جنایت های اینها چه بخواد چه نخواد شریک هستید. من بهتر از این نمیتونم براتون بگم. نسل گذشته رو من کار ندارم، نسل سنبار ولی نسل جوان اقاق حقتونه بکنید. یه روز من تو آب پانبور داشتم میرفتم از جای سفارت خون رستم بیداشت کنم سفارت کنم پیش یادم نیست. وقتی برگشتم دیدم که 200-300 آلمانی جمع شدم اونجا. گفتم چی شد تو این یک ساعت؟ گفت امروز از این کشور یه دقیقه تظاهرات بکنن دو تا پلیس دم در گذاشتن. بعد مردم جمع شدند میگن این پلیسی که ما حقوقش رو میدیم چرا با دم سفارت خارجی وایسته؟ خب دقت کنید پلیس بردند. اقاق حق این. وقتی اقاق حق کردی وجود داری. وقتی اقاق حق کردی میتونی جلو بچت حرف بزنی، سرت بلند کنی. تو که اداره سرت بلند کنی. صدق سریع به کسی نمیدن. پول خودتونه. مال مملکتتونه. اینا یک مشت مفت خور و انگل هستن اونها که کشور صفرشون رو پهن کردن. دیگه من نمیدونم با چه زبانی بگم. بلند شید مردم، روز به روز داریم به قهقرها میریم. روز به روز دارن الان دارن قرض میکنند که پول برسونن برای نیروی سوری، برسونن به هشت و شعبی، موشک ها که تو لیبی میزنن، تو یمن میزنن. موشک با پول کیه؟ چیه؟ برای حمله هر موشک چقدر پول میدن؟ مریضی های زیاد، آبای آلوده، غذاهای مشکلدار، غذاهای فاسد، گوشت های مختلف به ما میفروشن. شیرهای همه آلوده، شیرهای همش مشکلدار، هورمون، روغن فلان قاطی میکنند.
نمیدونستیم میگفتیم حالا که میدونیم اقاق حق کنید، حقتونه بخواید، یقی نمایندتون رو بگیرید، نماینده رهبر رو یقش رو بگیرید تو استانتون. پولا کجا رفته؟ چیکار کردید؟ یک گزارش بدید به ملت. شما بجان به بچه تون پول جمعی درش حساب کتاب میخواید. این چیه پوشتید؟ این چیه خرید؟ این چیکار کردید؟ کجا رفتی؟ که بچت معتاد نشه، آلوده نشه، این برابر نره. بعد آقای کلانتری فرمودند باید پول قصد کنید. پس میشد در جزایر این کارش کرد که به اینجا نرسد، این همه انسان آلوده نشن، مریض نشن. مردم آذربایجان خواهر کنید، سند دستتونه. پس میشده نخواستن بکنند و نمی کنند هم، چون به اونجا عادت کردند. در یک بعد راجع به بحث این که با سوال کردن دوستان که شاهنشاه چه کاری کردن، چی شده پولش. خب ما میدونیم شرکت کروپ خریدن، نفت برنت خریدن، بعد اینا فروختن همش، هیچ گزارش ملت ندادن و خلاصه هضم راوند گذروندن، به ثمن بحث فروختن، چون زحمتی نکشیدن، ارث پدری نبوده، چیزی نبوده ازشون، همش از جیب ملت به خرج کردن رفته. خدمتتون یک کلیپ پر خواهم کرد، تقدیم خواهم کرد راجع به چیز، راجع به ورزش به زودی، حالا چند روز آینده، که چی برای سر ورزش کشور ما بردند و یک آدم عقده‌ای مریض روانی ضد ایرانی ضد ورزش ضد اصلا روحیه ورزشکاری نداره و فقط واسه سفسطه و مغلطه و مچگیری اومده، روحیه جوانمردی در کشور کشته، روحیه ورزشکاری در کشور کشته، ورزشکار ما هم ذلیل کرده، از فساد ورزش حرف نمیزنه. اون آدم وقتی برن کنکاش روانیش بکنن، یک مریض 100% روانی و عقده‌ای و سادیسمیه. حالا که گفتم بعدن مارسی میکنم و از چاپخونه ها خواهش میکنم، به نفع خودتون صحبت میکنم، خیلی راحت بهتون بگم، سرسی تقریب سالانه چاپ نکنید، همه از دستون میره. حالا ما گفتیم، شما هم شنیدید، این حکومت یه سال بعد وجود نداره. خاطرتون جمع باشه. اونا میخوان کار تبلیغاتی بکنن، نکنند. اگر هم خواهد تقویم چاپ، تقویم یا عادی یا شاهنشاهی. اخیرا هم خب دوستان خیلی لطف کردن تو ایران لیوان چاپ میکنن با عکس پرچم ایران، با عکس شاهزاده خانواده‌اش و به صورت زیرزمین توضیح میکنن. آقا اینا چی نمیگن؟ چی نمیتونن کار کنن؟ یادش خارج شده است. ولی بی پولی شدید خوردند، حقوقا نمیتونن بدن و هر چی با آخر سال هم نتیجه میشه چیز تخواهد شد و دیگه توان نگه داری قیمت دارو و اینا رو ندارند. البته این نظر رو بردن با اوراق و مشاکی کارا کردن ولی پیچه نخواهد رسید. خوشحال نیستم که مملکت به قهقرا میره، ولی خوشحالم که ملت نجات پیدا میکنه، کشور نجات پیدا میکنه. هزینه زیادی کرد، جنگی که میتونست یک صدم این تلفات داشته باشه، چه مالی چه جانی کردند. خیلی مسئله دیگه اینجا، جنگ تو کشور رو انداختن، نمیتونن بزنیم زنی کنن، چون براشون نعمتیست. یک بار از خودمون بخوام، یک دفعه، چرا همین. خلاصه دوستان، حکومت دست هم شدیدن پاشیده است، نیاز به یک حرکت داره و روز به روزم باید دارن پاروارش قطع میکنن تو منطقه، میچینند و روز به روز اینا آچمز میشن و بایکوت دارن میشن. پیروزی خیلی نزدیکه. ایام بگم روزتون خوش.